دیدن سریال فرار از زندان توی 13 تا زندانهای آمریکا و بعضی کشورهای دنیا ممنوعه. سریالی که ساخت هر قسمتش بیشتر از 2 میلیون دلار یعنی حدود 120 میلیارد تومان هزینه برداشته. این سریال که شاید محبوب ترین سریال خارجی توی ایران باشه، اما یه سری نکته و فکت عجیب داره که مطمئنم بعد از چند بار دیدنش هم متوجه خیلیاشون نشدید. حالا مثلا چی میخوای بگی؟ پس سلام و صد سلام به همه شما دوستای گلم که دارید این ویدیو رو میبینید. سلام قربان. بدون معطلی میخوایم بریم سراغ ویدیو. فقط سابسکرایب یادتون نره که گممون نکنید. آقا پخش این سریال خفن توی 13 تا زندانهای آمریکا ممنوع شده. نه به خاطر صحنه‌های خاک برسریش، به خاطر اینکه زندانی‌ها این سریال که می‌دیدن از بس راهی خوبی برای فرار از زندان بهشون یاد می‌داده که زندانی‌ها اگه 4 قسمت از اینو می‌دیدن قشنگ شکوفا می‌شد استعدادشون و مهیا می‌شدن برای فرار. به خاطر همینم پخشش رو ممنوع کردن که بدبختا نتونن فرار کنن. جالبه که تو کل سریال فقط دوتا شخصیت سوفیا و ورونیکا زندان نمیرن و بقیه شخصیت‌ها حداقل یه بار واسه آب خنک خوردن میرن زندان. شخصیت ورونیکا هم که الان اسمش اومده داستان جالبی داره. اگه یادتون باشه این شخصیت تو قسمت آخر فصل 1 کشته میشه، اما در واقع توی فیلمنامه قرار نبوده این اتفاق بیفته. دلیل اینکه حذفش کردنم این بوده که بازیگرش یعنی خانم رابینتونی که محبوب دل همه ایرانی‌هاست داشته همزمان روی چند تا پروژه دیگه هم کار می‌کرد و وقت نداشته بیاد سراغ این سریال. اون پسرم که تیبک تو زندان اذیتش می‌کرد و یادتونه اونم به خاطر اینکه داشت روی پروژه دیگه کار می‌کرد مجبور شدن از سریال حذفش کنه. جالب‌تر اینکه بازیگر این نقش چند ماه بعد از بازی کردن سریال به خاطر مستی تو رانندگی با یه نفر تصادف می‌کنه و به خاطر قتل غیر عمد 40 ماه میره زندان. اما برعکس این شخصیت‌ها که زرت و زرت از سریال حذف می‌شدن، شخصیت سارا که اون بیشتر محبوب دل ایرانی هم هست و همه هم روش غیرت دارن قرار بود توی همون فصل اول سریال حذف بشه و قرار بود بانو رو توی اون قسمتی که نشون میداد اووردوز کرده از سریال بندازن کنار، ولی انقدر بین مردم محبوب شد و طرفدارای سریال ازش خوششون اومده بود که تهیه‌کننده گفت گور بابای فیلمنامه یکی جدید بنویسین که توش سارا خانم تا ته سریال باشه. البته توی فصل 4 نشون میده که سارا غیب میشه و یا به عبارتی ریق رحمت رو سر میکشه و یه دفعه تو فصل 5 برمیگرده. حالا چرا؟ چون تو اون تایم بازیگر نقش سارا باردار بوده و نمیتونسته فیلم بازی کنه. پس یه فصل از سریال حذفش کردن تا وقتی بچه‌ش به دنیا اومد دوباره به سریال برگرده. جالب تر اینکه سال 2007 یعنی 2 سال بعد از پخش قسمت اول سریال قرار بود یه سریال فرعی از شخصیت سارا ساخته بشه و اسمش هم بشه چریهیل و بپردازه به وضعیت داغون زندانای خانما. اما عد همون سالی که اینا اومدن اون سریال شروع کردن یهو نویسنده و بازیگر مطرح هالیوود اعتصاب کردن و به شرکت‌های فیلمسازی گفتن یا حقوقا رو بیشتر می‌کنید یا دیگه بدید درپیتیا براتون سریال بسازن. کمپانی‌های فیلمسازی هم بهشون گفتن زرشک میدیم همون درپیتیا کارو جمع کنه. البته چند ماه بعد شرکت‌های فیلمسازی به غلط کردن افتادن، ولی خب دیگه اون سریال هیچ وقت ساخته نشد و جوان ایرانی در حسرت دیدن سارا خانم خوش شد. ای خدا. اما حالا یه مقدار بریم سراغ شخصیت‌های اصلی‌تر داستان. خالکوبی روی تن مایکل رو یادتونه، اونا در اصل برچسب بودن نه خالکوبی، چون خالکوبی کردن همچین طرحی با اون حجم از جزئیات کار عزت فیلم نبود و به گفته سازنده و بیشتر از 4 سال و نیم زمان می‌برد. نزدیک 20000 دلار یا 1 میلیارد و 200 میلیون تومان هم هزینه داشت. اما همین برچسب زدن هم کار راحتی نبوده، چون هر بار بیشتر از 5 ساعت گریمش طول می‌کشید و با مواد شوینده به راحتی پاک می‌شد. پس بنده خدا بازیگر نقش مایکل نمی‌تونست تا حموم بره. ونتورد میلر بازیگر نقش مایکل خودش داستانه جالبی داشت. اون اصلا نمی‌خواست تو این سریال بازی کنه، بلکه رفته بوده تا توی نقش سوپرمن تست بده که البته اون نقش یه بازیگر دیگه به اسم هنری کویل از چنگش در میاد. اما اون روز که رفته بوده برای نقش تست بده تهیه کننده سریال فرار از زندان هم اونجا بود و از بازی این بنده خدا خوشش میاد. به خاطر همینم یه هفته مونده به شروع ضبط سریال بازیگر رو عوض میکنه و نقشش رو میده به ونتفورد میلر. حالا شما بگید به نظرتون میرفت سراغ نقش سوپرمن و تو فرار از زندان بازی نمیکرد کسی دیگه میتونست نقشو در بیاره؟ نخیر. اما شاید براتون جالب باشه که دلیل تموم شدن سریال و ادامه پیدا نکردنش همین آقای میلر بوده. چرا؟ چون ایشون همجنس باز و یه روز که از خواب پا شده گفته یا شخصیت مایکل رو همجنس باز میکنه یا من دیگه تو نقشش بازی نمیکنم. درک. تهیه کننده‌ام که حرفای این آقا رو به کتفش نگرفت گفت سریال اصلا کنسل میکنم ولی به تو بازی نمیدم. بله به همین راحتی ادامه این سریال هم ساختش کنسل شد. جالب تر اینه که اولش قرار نبود اصلا این سریال تو 5 فصل ساخته بشه، بلکه قرار بود یه سریال خیلی کوتاه در حد 7-8 قسمت از روی این داستان بسازن. استیون اسپیلبرگ کارگردان بزرگ سینما که شاید ازش فیلمای ترمینال یا پارک جوراسیک رو دیده باشید قرار بود کارگردانیش کنه، اما یهو تصمیم عوض شد و تهیه کننده تصمیم گرفت یه سریال ازش بسازه این هوا. یکی دیگه از شخصیت‌های جالب این سریال هم دیبی کوپره. این شخصیت که همون فصل اول سریال ریق رحمت و سر می‌کشه و می‌میره در حقیقت یه شخصیت واقعی بوده. تو دنیای واقعی دیبی کوپر یه هواپیما رو می‌دزده و به خلبان میگه یا پولای توی هواپیما رو به علاوه چند تا چتر نجات به من میدی یا همینجا یک یک تونو میفرستم اون دنیا. یک یک
خلبان و خدمه هواپیما هم که از ترس چیز کردن، ترسیده بودن به خودشون، قالب تویی کردن و میگن هر چی میخوای بردار. اینم با همه اون پول از هواپیما میپره پایین و از اون موقع هم دیگه هیچ وقت دیده نمیشه. شخصیت بنجامین فرانکلین هم داستانش جالبه. این شخصیت قرار بود کلا تو دو قسمت از سریال باشه، اما از بس خوب بازی کرد و شخصیتش خوب عذاب در اومد که کارگردان گفت جان بنجامین فرانکلین باشه. جان به خاطر همینم هم تا آخر سریال نگهش داشت. توی فصل سوم هم یه زندانی هست به اسم سونا که اگه یادتون باشه مثلا تو پاناماس، اما در اصل اونجا یه جایی تو تگزاس آمریکا که ازش فیلم برداری کردن و در واقع تو پاناما نبود. یه شورشی هم توش اتفاق میفته که از یه شورش توی دنیای واقعی الهام گرفته شده. چند سال قبل از تولید این سریال توی زندانی تو برزیل زندانیا شورش میکنن و بیشتر از 100 نفر اونجا کشته میشن. البته ما راجع بهش یه ویدیو دیگه درست کردیم که میتونید توی این کانال پیداش کنید. اون بخش از زندانم که توی زندان فاکس ریور واقعا توی زندان فیلم برداری شده، اما اسم اون زندان جولیت کارکشنال سنتر بوده و تو سال 2002 هم به خاطر مسائل مالی تعطیل شد. اینم از فرصت استفاده کردن و 3 سال بعد یعنی سال 2005 رفتن اونجا و سریال فرار از زندان رو ساختن. اسم فاکس ریور هم از یه رودخونه‌ای که نزدیک همون زندان برداشته شد. جالبه که بازیگری که نقش رئیس زندان رو بازی می‌کرد در واقع خودش 6 ماه به خاطر حمل کوکائین رفته بود زندان و نقش اون رئیس زندان رو از رئیس همون زندانی الهام گرفته که توش زندانی شده بود. شخصیت پل کلرمن هم از شخصیتایی بود که قرار بوده نقش خیلی کوتاهی داشته باشه، اما انقدر همه مردم دوستش داشتن که تهیه کننده گفت باید تو سریال بمونی. جالب‌ترین که این بازیگر اول برای نقش لینکلن تست داده بود، اما چون خیلی مردونه و چارشونه نبود ردش کردن و این نقش رو بهش دادن. اما اصلا ایده این سریال از کجا اومد؟ سال 1960 یه پسر 16 ساله تو آمریکا به ناحق میفته زندان. برادرش به خاطر نجات این پسر یه جرم مرتکب میشه که بیفته زندان و بعدم دوتایی از اون زندان فرار میکنه. 4 سال هم تحت تعقیب بودن و کسی پیداشون نمیکنه. پس بله، این داستان بر اساس واقعیت. رابرت و دونالد هیوز این دوتا داداش بودن که مثل دالتونا تو لوک خوشانس افتادن زندان، اما خیلی سیگمان مثل مایکل و لینکلن که از زندان اومدن بیرون، اونم تو 16 سالگی. سال 2000 یعنی حدود 40 سال بعد دونالد که برادر بزرگتر بوده میره این داستانو برای تهیه کننده فیلم که کمپانی فاکس بوده تعریف میکنه، اما کمپانی میگه داستانتون خوب نیست و دقیقاً 5 سال بعد خودش همه ایده رو با یکم تغییر میسازه و پخش میکنه. این دوتا داداشی فلک زدن میان شکایت میکنن، میگن اینا داستان زندگی ما رو دزدیدن، اما چون پول نداشتن تو دادگاه میبازن و حتی جریمه هم میشن. البته این سریال تنها سریال فرار از زندان دنیا نیست، یه سریال دیگه هم هست که روسا ساختن و اسمش هست پوبگ. یعنی این سریال تنها فرقش با فرار از زندان اینه که شخصیتاش جای انگلیسی روسی حرف میزنن. همین خدا شاید اینجوری کپی کردن که اگه یه قسمت از اینو ببینی بعد بری قسمت بعدی رو از اون یکی دنبال کنی بازم میفهمی داره چه اتفاقاتی میفته. البته همین فرار از زندان هم یه سری سوتی داشته، مثلا اینکه لینکلن توی ایالت ایلینویز زندانی شده بود و قرار بود اعدام بشه، در حالی که اصلا اعدام کردن زندانی تو ایالت ایلینویز ممنوعه. در آخر هم اینکه آهنگساز این سریال رامین جوادی موسیقیدان خوب و حرفه‌ای کشورمونه که آهنگ سریالای بزرگ و خفن دیگه هم مثل گیم آف ترونز رو هم طراحی کرده و ساخته. خب حالا شما بگید اگه قرار بود به فرار از زندان از 1 تا 10 نمره بدید چه نمره‌ای میدادید؟ اگر هم این سریال رو دوست داشتید لایک و فراموش نکنید، ما رو هم ساب کنید تا از ویدیوهای دیگه‌مون مثل این دوتا ویدیو که آن اومد روی صفحه بی خبر نمونید. تا ویدیو بعدی هم خدا نگهدار.